سالهای زیادیه که این ترانه زیبای مرحوم فرهاد مهراد بخشی از تصاویر زیبای روزهای اسفند ماه. قطعه موندگاری که بسیاری از ما با اون خاطرهای زیادی داریم. جانم آزل ترمه مادر بزرگ بینا حواسم رو جمع میکنم با اینا عشقم رو محکم میکنم. حالا اجرای این کار در برنامه دوره همی توسط بنیامین بهادری و البته دست بردن در بخشایی از ترانه و تنظیم آهنگ سبب شده تا شهریار قنبری ترانه سرا و اسفندیار منفردزاده آهنگساز بوی ایدی از این رفتار غیر حرفه‌ای انتقاد کنند و این رفتار رو سرقت ادبی بدونن. یه لحظه که میخوای بری تو قلک پول وحشت کم شدن سکه ایدی از همین اوایل هفته بود که عزت الله زرقامی رئیس پیشین رسانه ملی با انتشار موزیک ویدیوهای فرهاد اعتراف کرد در سالهای ریاستش بارها تلاش کرده تا کلیپ های متنوعی از این کار بسازه و سبک اونو کپی کنه، اما هیچ کدوم مثل نسخه اصلی از آب در نیومده. با اینا خستگی مدر میکنم لذت قدم زدن با تو توی پیاده رو هوا بارونی زیر چتر عشق من و تو. آقای بنیامین، شما در دستبرد به آهنگ من و شعر شهریار قنبری بی‌شرمی کرده اید، چنان بی‌شرم که من در این ایام تلخ‌تر از زهر هم سکوت را جایز ندانستم. خطاب من به شما باشد، اما امید دارم صدای مرا کسانی از همسلیقگان شما هم بشنوند. همین ابتدا تأکید کنم که کار شما دستبرد و سرقت است و هیچ چیز دیگری نیست، یعنی رواست که شما را سارق بنامم. سلیقه مفهومی نسبی است، اما اعتماد به نفس در بی‌سلیقه بودن به طور مطلق شرم‌آور است. 40 سال است که روزانه 40 تریبون و 40 دوربین شما و امثال شما را زیر نور گرفتند. در عزاداری‌های رسمی سیاه می‌پوشید و در زیر نور جشن‌هایشان رنگارنگ می‌شوید. با این همه همچنان چشم به تتم سرمایه ما دارید. ما که نام و چهرمان ممنوع است، اما آثارمان هم دست همگان، آنها را نه برای صله و عنوان که برای همین مردم ساخته ایم. عاشقانه به عشق عمومی میاندیشیدیم و خوشبختانه بهترین ارج و اجرا را هم از نسل‌های بعد گرفته ایم که ما را در خصوصی‌هایشان میشنوند. چه خوب که همگان ما را بشنوند، اما چه بد که بی همه کسان به آنها دستبرد بزنند. شرم کنید و تلخند این که نتیجه سرقتتان کوس رسوایی پرصدایی را از شما بر سر بازار آورد. عجب سلیقه مبتذلی در دست برد به شعر شهریار. چه کراهتی در باز اجرا و خواندن آهنگ من. آقای محترم، این سلیقه زشت از کجا بر ذهن شما و امثال شما نشسته که زیبایی را تحمل نمی کنید؟ چه اصراری به تخریب یادگاری های از سرند تاریخ رد شده؟ چه علاقه ای به تخریب گوش و هوش و سلیقه عمومی؟ ترانه کودکانه در زمان خود دست و سطح سلیقه مردم را گرفت و بالا کشاند. دانسته شد که با زیبایی هم می شود خاطره داشت و حالا شما پای منبر قد کشیدگان به هیچ زیبایی رحم نمی کنید؟ شک ندارم که اگر مأموریت تبلیغ سیاهی و زشتی را هم داشتید چون این ماهرانه عمل نمی کردید. این چه سمیست در ذهن شما که امر را بر شما مشتبه کرده با زیبایی ها عکس گرفتن، یعنی زیبا شدن؟ آینه دوای درد شما و تفکر شماست؟ شبیه آن صحرانشین شده اید که
خزنده بیابانی را به بادیه خورش دیگران انداخت و فریاد زد من هم شریک. شرم کنید، قد بکشید، خودتان باشید، خودتان بسازید، اما مدام از خود قبلیتان عبور کنید. به جای شراکت طلبیدن در زیبایی های خاطره شده، از زیبایی آفرینان گذشته درس بگیرید. رسم زیبایی آفرینان تاریخ همین بوده، همچنان که ما نیز از بزرگان پیش از خودمان یاد گرفتیم و عاشقانه چیزی بر آن افزودیم. این نوشته من خطاب به شما و همفکران شما می توانست پر از مهر و عشق پدری به فرزند برومند و دانسته خود باشد. می شد شما احترام ما را نگه دارید و ما نیز در اجراهای شما ایستاده برایتان کف بزنیم. بعد حادثه آن که تاریخ آن ملک این آرزوها را از ما گرفت. اما چه جای حسرت، اگر در سرزمین ما نیستم، باز هم زیباترین فرزندان آنجا کارهای ما را در خیابان می خوانند و عاشقانه ما را بارانی می کنند. شرم کنید و دست کم پای اجرای آنها بایستید و باران بخورید، شاید کمی شسته شوید. بدرود. اسفندیار منفردزاده، نوروز 1399.